وقتی که یه سیاستمدار مجبور به رابطه با خوک میشه تا جون یه نفر رو نجات بده. گلاسیا سلام، میخوام از امروز با هم دیگه سریال بلک میرور رو ببینیم. هر فصل بلک میرور 3-4 قسمته و هر قسمت یه فیلم کلا جدا محسوب میشن و همشون هم محتوای خیلی دارک و وحشتناکی دارن که از ترکیب از می رفتن انسانیت با تکنولوژی و رسانه‌ها به وجود میاد و خیلی خفن یه دنیای امروز رو به تصویر میکشه. این هم بگم چون بعضی از ویدیوهای این سریال کوتاه میشن، کلا 10 دقیقه 12 دقیقه میشن، اون شب سعی میکنم دو تا ویدیو آپلود بکنم، پس حتما حواستون به کانال باشه. احتمالا ویدیو بعدی هم یکم دیگه آپلود شه. قسمت اولش به اسم سرود ملی یا نشنال انتم هست و بریم ما هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های وحشتناکش هم باشه. با شروع فیلم میریم به کشور انگلستان، سر همه مردم تو اینترنت و دنیای مجازیه و قسمت اصلی زندگیشون همینه. با شخصیت اصلیمون یعنی نخست وزیر کشور به اسم مایکل آشنا میشیم. نصف شب صداش میکنن و اونم سریع خودش رو به سازمان امنیت میرسونه. ویدیویی از محبوب ترین شاهزاده کشور یعنی پرنسس سوزانا ارسال شده که اونو به گروگان گرفتن. شاهزاده داره گریه میکنه و از روی متن میخونه که برای نجات جون من تا ساعت 4 عصر وقت دارید. تا رأس ساعت 4 بعد از ظهر نخست وزیر باید تو برنامه زنده تلویزیونی توی همه شبکه‌ها با یه خوک رابطه برقرار کنه. یه سری دستورالعمل هم از کارهایی که باید انجام بده میگه و بعد اینکه تاکید میکنه جونش رو دست نخست وزیر ویدیو قطع میشه. مایکل به هم میریزه، مخصوصا که میفهمه این ویدیو بارها آپلود شده و تا همین الان نزدیک 50,000 نفر دیدنش. همه جا قضیه پیچیده و بزرگترین رسانه کشورم مجبور میشه این خبر مهم رو پوشش بده. نخست وزیر و تیمش همه سعیشون رو میکنن که بفهمن کی این کارو کرده و در همین حال یکی از مشاورهای دولت اتاقی رو آماده میکنه تا در صورتی که هیچ راه دیگه ای نبود فیلمبرداری رو توش انجام بدن. یه هنرمندم استخدام میکنن تا با استفاده از جلوه های ویژه چهره نخست وزیر رو رو صورت یکی دیگه بندازه. اما خب این تدوینگر میگه عملا غیر ممکنه این کارو انجام بدیم، چون دستورالعمل های گروگانگیر خیلی خواستن و نمیشه تو اون پوزیشن ها چهره رو تغییر داد. وقتی هم که یه بازیگر پورنو برای شرکت توی این فیلم برداری میارن، یکی میشناسهش ازش عکس میگیره و خبرش پخش میشه. به روایتی نقشه مشاور دولت برای جعل تصویر لو میره. از طرف دیگه هم همه مردم نگرانن و تنها 20%شون معتقدن نخست وزیر باید این کارو بکنه، چون دلشون خیلی براش میسوزه. همسر نخست وزیر هم خیلی به هم ریخته، چون اگه شوهرش این کارو کنه آبروشون به فنا میره. اما خب ملکه انگلیس به خود نخست وزیر زنگ میزنه و شخصا میخواد که به هر قیمت جون سوزانا رو نجات بده، یعنی توی بدترین حالت با اون خوک رابطه برقرار کنه. بالاخره خبر خوبی میرسه و یکی از افراد تیم موفق میشه آدرسی رو که فایل ازش آپلود شده پیدا کنه. حجم فایل آپلود شده توی یوتیوب به دست آورده و توی اون ساعت تنها از یک نقطه تو کشور به اینترنت آپلود شده. تیم ضربتی رو تشکیل میدن و به این نقطه میفرستن. یه خبرنگارم این وسط هست که حاضر دست به هر کاری بزنه تا در مورد پرونده گزارشی بگیره. برای این کارم مخ یکی از مشاورهای دولت رو زده و با فرستادن عکسی از تن خودش آدرس مکانی که پیدا شده رو از زیر زبونش میکشه. در حالی که تیم ضربت آماده است و خبرنگارم یواشکی رفته اونجا، بسته‌ای برای شبکه خبر انگلستان ارسال میشه که داخلش یه انگشت بریده است. همه وحشت زده میشن و فیلمی که همراه انگشت رو میبینن. توی این فیلم گروگانگیر انگشت شاهزاده رو قطع میکنه و میگه به دولت بگید فکر جعل فیلمو از سرش بیرون کنه. بعد پخش دادن عکس اون بازیگر و نقشه مشاور، گروگانگیر همچین کاریو کرده. میفهمیم نخست وزیر از این نقشه بیخبر بوده و حالا یه دعوای بد با مشاورش میکنه که چرا بدون صحبت کردن همچین نقشه ای رو ریخته. پخش دادن خبر باعث میشه نظر همه مردم هم عوض شه و حالا 80%شون معتقدن نخست وزیر باید این کارو بکنه، چون حاضر بوده جعل کنه ولی دست به همچین کاری نزنه. نخست وزیر که خیلی بیشتر از قبل عصبیه به تیم ضربت دستور حمله میده و همه منتظرن. اما توی این مکان مشخص شده تنها یه مانکن به صندلی بستن و از قبل نقشه گروگانگیر بوده. حمله نتیجه نمیده و یه رفع نیروها اون زن خبرنگارم میبینن. به خیال اینکه یکی از گروگانگیراست میفتن دنبالش و تیری به پاش میزنن. اما خب مشخص خبرنگارم اطلاعی نداره و حمله بی نتیجه مونده. مشاور نخست وزیر بهش میگه چیزی به پایان وقتمون نمونده و باید آماده اون کار شی. با اینکه مخالفه بهش میگه دولت ما به هر حال خیلی آسیب دیده. تو هم اگه این کارو نکنی هم آبروت از بین میره و هم کارتو از دست میدی. ما هم امنیت خانواده‌تو نمیتونیم تضمین کنیم. اما اگه این کارو کنی مردم به عنوان قهرمان میشناسن تا آبروت هم بالاخره بعد یه مدت برمیگرده. کم دارن نیم ساعت مونده و نخست وزیر مجبوره که قبول کنه. نگاه همه مردم کشور به تلویزیونه و یه رفعه صفحه ای نشون داده میشه. می نویسه که تصویر بری زننده است و تماشا نکنیدش. اگه هم ضبطش کنید مجرمید و حبس میگیرید. بعدم صدای سوت آزاردهنده ای میاد تا حد امکان مردم تلویزیون دور شن.
در آخر تصویر اتاق آماده شده با خوک پخش میشه. نخست وزیر میاد داخل. کار کثیف رو شروع میکنه و مردم فقط میخندن و بعضیا منزجر میشن. رو پلی نزدیک ساختمان دولت شاهزاده رو میبینیم که آزاد شده و پیادهش میکنن. سالمه و انگشتاش هم سر جاشونن. هنوز ساعت 3:30 و قبل پخش ویدیو این دختر پیدا میشه. یعنی همه چیز یه بازی بوده و اگه نخست وزیر توی فیلم حاضر نمیشدم این دختر زنده میموند. وقتی خبر رو به مشاور نخست وزیر میدن میگه همه گزارش اتفاق رو پاک کنید و هیچکی حتی نخست وزیر نباید بفهمه که قبل پخش فیلم پرنسس رو پیدا کردید. بعد پایان پخش زنده نخست وزیر داغون و بارها بالا میاره. همه مردم تشویقش میکنن که حاضر شده این کارو کنه و وقتی میره خونه همسرش حتی باهاش حرف هم نمیزنه. سکانس آخر گروگانگی رو میبینیم که انگشت خودشو بوده قطع کرده. این مرد یه هنرمند رو برای رسوندن یه پیغام بزرگ دست به این کار زده. حالا هم که نتیجهشو گرفته خودشو از سقف آویزون میکنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. نشنال انتم یکی از بهترین ورودها به سریال بود و وقتی که اولین قسمت سریال بلک میرور همچین چیز دارک و عجیبیه، ببینید که تا آخرش قراره چجوری پیش بره. تا الان 6 فصلش اومده، میشه 27 قسمت و هر قسمت تقریبا 1 ساعت و نیم حساب میشه. اگه نفهمیدید بگم که کلن این قسمت در مورد یه هنرمندی بود که میخواست یه پیامی رو به مردم برسونه، پیام رابطه با خوک از طرف سیاستمدارا که به معنی کثیف بودن اونها. ولی خب چجوری می‌خواست پیامو برسونه؟ می‌خواست بفهمونه که درسته این سیاستمدار به بهونه نجات یه نفرم چه کاری انجام داد، ولی خودش انگاری دلش می‌خواست این کارو بکنه، چون همه سیاستمدارا همچین تمایلات کثیف و وحشتناکی دارن و یعنی اگه تا زمان کافی صبر می‌کرد می‌فهمید که اون پرنسس آزاد شده و اصلا نیاز به همچین کاری نداره. در اصل می‌خواست بگه که سیاستمدارا همشون تمایل به رابطه با خوک‌ها دارن و این توی ذاتشونه، نیاز به این نیستش که حتما جون یه نفر رو نجات بدن. این فقط یه هول دادن بود که می‌خواست یه انگیزه به سیاستمدار بده تا همچین کاریو بکنه. یه پیغام که خب خیلی خوبم به گوش مردم میرسه و خیلی خفنم به نمایش در میاد. مهمترین سکانس همون آخر فیلمه که نخست وزیر با همسرشن و مردم دارن تشویقشون میکنن، به عنوان یه قهرمان ملی الان حساب میشن. ولی وقتی که میرن توی خونه انگاری همه چیز حل شده، سیاستمدار همسر خودش، عشق خودش، زندگیشو از دست داده. با اینکه همه اونو قهرمان میبینن، ولی اون قسمت زندگیش که میخواد درست باشه دیگه درست نیست و این خیلی محتوای خفنی داره به بیننده ها نشون میده. یکی دیگه از چیزهای جالبی که نشون داده میشه مردمی که از اولش دائم دارن نظر خودشون رو تغییر میدن. یعنی اول خیلی عادی شاید دارن برخورد میکنن و کم کم با خوشحالی در حال تخمه خوردن و مشروب خوردن میشینن و این صحنه رو نگاه میکننش. یعنی اصلا انگاری علاقه به این دارن که فقط ببینن رسانه چی میخواد بهشون نشون بده. اصلا مهم نیست که زندگی یه نفر برای همین چیز داره نابود میشه یا یه دختر گروگان گرفته شده و خیلی اتفاقات عجیبی داره میفته، فقط میخوان همین چیزی رو چون براشون عجیبه ببینن. همین اتفاقی که توی دنیای واقعی هم میفته. شما مردم میبینید توی اینستاگرام میچرخن و هر چیزی رو لایک میکنن، دنبال همه چی میرن برای اینکه سرگرم شن، بی توجه به اینکه ممکنه برای ساختن اون ویدیو آینده و گذشته و همه چی یه بچه یه آدم دیگه از بین رفته باشه، ممکنه غرور یه نفر از بین رفته باشه فقط برای اینکه شما بخندید و اصلا این توجهی نمیکنن، فقط همون اینترتینمنت، همون سرگرمیه براشون مهمه. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. خیلی دوستتون دارم. دوستتونم گلسی.